همراه هستیم با اوین مصطفی‌زاده، فعال اجتماعی و کنشگر حقوق بشر. خوش آمدید. کمپین حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان تهیه کننده این گزارش بوده. انتشار چنین گزارش اساساً چقدر در مستند کردن جنایات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات کمک میکنه؟ خب با سلام و درود خدمت شما. در صورتی یا تا جایی که جمهوری اسلامی تا امروز نشون داده که نهایت تلاشش رو میکنه تا جنایات سیاهی که در حکومت خودش علیه مردم داره انجام میده اونها رو سیاه نمایی کنه یا به جوری اونها رو در تاریکی انجام بده تا نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی و دنیای بین المللی متوجه اون نباشن. به همین دلیل همیشه تلاش میکنه هیچ ردی از خودش باقی نگذاره از نظر اون نهیارهای حقوقی یا مستندسازی هایی که جلوگیری میکنه انجام بگیره از ورود روزنامه‌نگاران خارجی یا فعالان حقوق بشر به اینکه به داخل ایران برن یا افرادی را که در داخل ایران تلاش میکنن اون جنایات سیاه و از طریق فیلم، از طریق ویدیو، از طریق ارسال مستندات به خارج ایران ارسال کنن علیه اونها، ما دیدیم در جریان اعتراضات اخیر احکامی صادر شده. به همین دلیل این نوع گزارش ها که مستندسازی های اولیه هستند برای بر اساس اون معیارهای حقوق بشری که وجود داره میتونه چراغی باشه بر اون جنایات تاریکی که جمهوری اسلامی انجام داده و در آینده میتونه این سند استفاده بشه برای پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی و آمران و عاملان شلیه مردم که خصوصا در جوانرود، یعنی ما اگه مشاهده کنیم کشتار جوانرود، اون سرکوب‌های وحشتناک و بازداشت‌هایی که ما دیدیم که از دوشکا و مسلسل علیه مردمش استفاده شد، در مراسم خاکسپاری یعنی جان باختگانی استفاده شد که مردم داشتن نماز می‌خوندن بر پیکر اون جان باختگان و اونجا بدون هیچ افطاری، بدون اینکه هیچی رو بشه، شروع کردن به اینکه مردم رو به رگبار ببندن. به همین دلیل این مستندسازی های اولیه که انجام میشه خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه برای اینکه در آینده مسئولان جمهوری اسلامی پاسخگو قرار داده بشن و از طرف دیگه مستندات بسیار خوبی است برای اینکه کمیته حقیقت یا وجاهای دیگه آگاه باشن برای اینکه چه چیزی داره در ایران میگذره. از طرف دیگه ما با الگوی سرکوب یا سرکوب سیستماتیک در کردستان طرف بودیم. جمهوری اسلامی بر اساس یک هوش سیاه داره طراحی میکنه که برای نمونه چجوری بلوچستان رو سرکوب کنه. در شهرهای مختلف کردستان بر اساس الگوی سرکوب انجام داده. در جوانرود تنها به سلاح جنگی پناه برده. در شهرهای دیگه هم سلاح جنگی هم سلاح ساچمه‌ای بوده. در برخی از شهرها در مدت کمی مانند اشنوی یک شب هم آزاد شد. یک شب مردم را با گلوله های جنگی، یعنی 6 نفر رو به شدت مصدوم کردن و 4 نفر رو کشتن. و اون الگوی سرکوب و بر اساس نگاه امنیتی که به شهرهای کردستان داره، جوانرود اون شهری که از آبان درش نقطه حد اعتراضات شد، اعتراضات خیلی بزرگی شد، جوانرود از شهرهایی هست که عضو استان کرمانشاه است و اعتراضات به اونجا کشونده شد و این گسترش اعتراضات و ترویج شجاعتی که ما در جوانرود دیدیم حکومت رو بسیار ترسانده بود، بر اساس اون نگاه امنیتی هم عمل کرد. به همین دلیل اون چه که سازمان‌های حقوق بشری در این گزارشانشون میدن اینه که جمهوری اسلامی بر اساس اون ایدئولوژی و نگاه امنیتی و سیاست سرکوبی که داره سرکوب و جنایت علیه بشریت انجام میده و نهادهای حقوق بشری مانند کمیته حقیقت‌یاب اگه تشکیل بشن باید به این الگوی سرکوبی که در جاهای مختلف ایران داره اهمال میشه باید واقف باشن تا به اون واقعیت سیاهی که جمهوری اسلامی در مورد مردمش اون جنایت علیه بشریتی که رقم زده اونو، یعنی نوری به افتنن و بدونن که واقعا اون داره بر اساس یک هوش سیاه عمل می‌کنه. سپاسگزارم از شما اوین مصطفی‌زاده، فعال اجتماعی و کنشگر حقوق بشر با ما.